عشقای من، قندولکای مقبولک، خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در کانال پریفان. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. قراره با ایرج باسط عزیز بریم پیش دو تا عزیز دیگه که محلی خان هستند از نورستان، اگر اشتباه نکنم اسمشون رو با هم میخونیم. استاد مسلم گلزاد عزیز و استاد ملک عزیز، دو تن از محلی خانان ولایت زیبای نورستان. اگر موافقید که بریم و شروع کنیم، لینک اصلی ویدیو در دیسکریپشن هست، میتونید اونجا بدون حضور یک ریاکشن ویدیو رو ببینید. بدون معطلی بریم و شروع کنیم. عزیزانی که تازه به جمع ما اومدن میتونن چنل رو سابسکرایب کنن، زنگوله رو فعال کنن که توی خانواده ما سهیم باشن. حاضرید؟ بزنید بریم. لینک. سلام به همه بیننده های عزیز، خدا کنه که جور و صحت سرحال باشین. امروز آمدیم پیش دو تن از محلی نوازای ما، محلی نوازای نورستان ما. و چطور هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین انشاءالله؟ بخیر آمدین. چه مکانی، چه لباس هایی، واه واه واه، سلامت باشین انشاءالله. وقت که موسیقی کشور ما و موسیقی نورستان همون تک لذت خودش داره، تغییرات داره. استاد مسلم گلزاد و همچنان استاد ملک در کنار ما هستن دیگه. چطور هستین؟ روز و روزگارتان چطور مگذره؟ خدا را شکر بد نیستیم، راضی استیم از روز روزگار. چه کنیم دیگه، خدا رقم روز دورد ما از امون راضی استیم. استاد مسلم، خود چند سال است که موسیقی می نوازی و آهنگ می خوانی؟ من تقریبا شاید یک 15 سال میشه دیگه موسیقی. اول از رجک شروع کرده بودم. خب بسیار خوب. بعدنش هم از رباب. دیگه اینه میتونه یک 15 سال است که دمی کارا. 15 سال میشه دیگه بشک. چند پرچه آهنگ خواندی؟ یارا دیادم نیست، به حساب است. او وقت زیاد خواندی که دیگه دیادم نیست. دیادم نیست. استاد ملک خودت چطور هستی؟ خوب هستم. خوب هستم. تقلا هستم. بخیر و برای شما. سلامت باشی. تقلا هستم. استاد ملک هست دیگه. اما تو چی میگن؟ سچه نورستانی است. استاد ملک فرای. استاد ملک فرای. اما استایل دیگه دوستان ها گفتن همونه که ما امروز هم تو یک استایل نورستانی زدیم. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. یعنی من اولین بار هست که یک کمچین چیزی رو میبینم توی پوشش مردانه که انقدر رنگ و لعاب داره و انقدر طرح خوشگل داره. عاشق طراحی های مدلی هستم. پس ولایت نورستان سبک لباسشون اینجوریه، محلی نورستانی. ایره چی میگن؟ ایره جراب میگن، جرابی. خب ما جراب در پای میپوشیم. ما خود چیز نه، تغییرات هست. خب در پای باز جراب میگنی. خب جرابی جان میگنی را. استاد ملک هم دیگه خوب، اما تو یک رباب نواز قوی است. این چیزی که انداخته دورش دیگه ناگفتن همونه که یک چای، همونه تو چای زعفرانی برام امروز آورده. چای زعفرانی، وای بچه ها، چای زعفرانی. ولی خب چایش سیاه باشه که عشقه. باش که نوشک جان. استاد ملک، میخوای که اولین یک اجرایی که امروز بر ما داشته باشی چی است؟ چی باشه؟ اولین اجرا یک پارسی براتان میخونیم، پارسی محلی. خواه همون تو دیگه محلی نورستان. محلی نورستان. بعدا نشم باز هرچی که در دل ما در پرت باز میخونیم چی کنیم. خیلی خوبه، خیلی خوش میگذره. حتما. وای قیچک. بر سر تابوت من گریه نکن ای بی وفا، من شهیدی راهی یقم، دوست ندارم گریه رایی. رباب خوشگلیه. موسیقی
رفیق جان اومد داد قول صداقت، به دلم غوره مانده تا قیامت. رفیق جان اومد داد قول صداقت، به دلم غوره مانده تا قیامت. ایرج باسد جان داره کیف میکنه ها. در این اولی گله بادام دارم، نه شب خواب و نه روز آرام دارم. در این اولی گله بادام دارم، نه شب خواب و نه روز آرام دارم. بیایی وان زمان من مرده باشم، به زیری خواب داغایت مرده باشم. بیایی وان زمان من مرده باشم، به زیری خواب داغایت مرده باشم. صدای پیچکه یکم چیزه، تیزه نه؟ یا من حسابی دارم اینجوریه؟ بیایی سور مرحبان چشم خود کو، نظر بایار سرگردان خود کوی. بیایی سور مرحبان چشم خود کو، نظر بایار سرگردان خود کوی. در این نولی گله بادام دارم، نه شب خواب و نه روز آرام دارم. در این نولی گله بادام دارم، نه شب خواب و نه روز آرام دارم. بیایی وان زمان من مرده باشم، به زیری خواب داغایت مرده باشم. بیایی وان زمان من مرده باشم، به زیری خواب داغایت مرده باشم. به زیری خواب داغایت مرده باشم، به زیری خواب داغایت مرده باشم. چه معنی دار؟ چقدر همه تا مزادار. آره علی خدا، تشکر استاد. تشکر اشبا، زنده باشی. چطور استاد همه غیجه گمانم مشکل است، همه نواختنش دوستا چطور است، آسان است یا مشکل است؟ ولی با کسی که بفهمه یاد داره خواه آسان است برش. خب کسی که نمیتانه باز برای سخت است. با ما چطور، با ما مشکل است نه؟ شاید اگر کار کنی باز بزرگترین وقت یاد بگیری. آره اجازه تست؟ هزار فیصد. کشورم اونجا بودم. نه والا خرابی میکنم. نه میشه یاد میگیری. دیگه هم یاران به موتار بره تیتی نکن دیر اجار. نه اگم کارا با حالا کارش بسپاره ما را چی بای کارا. یاد میگیری اگر علاقه داشته باشی خب کاری نداره. استاد مسلم یکی از خاطرهای جالب تا بگو، در جریان از اینکه آهنگ خواندی موسیقی نواختی یک خاطره جالب تا بر ما قصه کن. یارا خاطره جالب چی باشه به نظرت؟ همه هر چی که خوش دارید. بسیار خاطرات جالب خود سر ما گذاشتن منتا. خب همه یک تا بیخی جالب شد بگم برست. جالبش چی کنیم دیگر، از ما مشکلات های زندگی وطن، مثلا همه جنجال های وطن شخصیات زیاد بود، چون باز از ما یک چیز از همه دشمندار کشید که از خانه برامده نمیتانی. خدا میخوانه که ما نیم بخاطر کل چیز دلتنگی بود دیگه. در وقتی که ما مثلا خانه بند بودیم تلویزیون نبود دیگه، نبود. من میخاطر بارو آوردیم برای قیجک و رباب و این چیزها، گفتیم که باش یکمی ساعت ما تیر شد. خب این همیت روزگار است، چون کنیم میره کم کم دیگه، روزگار تیر میشه. روزگار تیر دیگه. انقدر سختی بهشون حالا گذشته و اینها که به قولن میگن خونه نشین شدیم و به ساز و آواز رو آوردیم، ولی خب خیلی قشنگه یک همچین کاری. آدم هزار تا کار دیگه جلو پاش هست که بتونه توی شرایط بدی بره سمتش، ولی خب یک هنری رو انتخاب کرده و این حالا غمگینیه توی سوز صداش و توی آواز و توی سازش هست، مشخصه. جواله استاد ملک خودت یک خاطره تا بگو. یک چک چک تو امروز رباب دست دو دمی این زمان تاراش خوش نسو کلیده. نه نه انشالله که تو گپ نشده. نه نه هیچ مشکل نیست ده رباب. من یک خاطره تا جالب دارم باز
چند سال تقریبا ما در ایران بودیم. او به شک یک دارا مهاجران بودی دیگه. مهاجرت هم کردیم، یادش بخیر، جوانات دوستا یادشان بخیر، خونه خودتون بوده، زنده باشن دیگه. بس همطوری شو جمع شدن، گفتن یک میله بگیریم. ساعت ما دیر شد، مسافرتی در میاد آخو کارا دیگه مشکل. بعد یک کسی از بچه ها بود، گفتم ایره، گفتم بس یک چای بان، باز اینجا خال چای نک میگن، اونجا باز ما کتری میگفتیم. خب ایرانی ها کتری میگن. کتری میگن. گفتم در کتری سر گاز یک چای بان که چای بخوریم، باز بلونا خسته میشه دیگه میشه. یه باز این چای ما خود جاد پر کرده و خیلی دوامدار دیگه. ما بسیقی گلون او بچه چای بیار، والا استاد همی چای یه جوش نمیکنه. خب چه که وقت از منده جوش نمیکنه؟ نه یه جوش نمیکنه. باز من هم تو یک شوخی گفتم کوی چی میکنه؟ گفتم همی چای همی او سنگک شده ایره ببر چپا کو که دیگه او بیا او تازه. ای باز ایره برد، ای بنده خدا خو ساده بود، ایره برد ایره چپا کرد دیگه او یخ پر کرده. اون گفتم اولو شش دادی جوش نمیکنه. آخه دیگه بچه ها سرش خنده کرد. خود از خاطرات جالب بینمی بود برای ما که بجب دیشار یک آخه سر به سرش گذاشتیم. چطور مگره سالانی روزگار زندگی؟ خدا را شکر بد نیستیم. اروسیخ کدی؟ چند تا اولاد داری؟ فضل خدا پنج تا. ای وای عزیزم، بچه خدایی بهش نمیاد، خیلی جوونه. خود بلد از فامیل موسیقی یا نه تنها خود بلد هستی؟ نه تنها خودم بلد هست. خب استاد یک اجرای دیگه بر ما بو کمو تو سچه نورستانی. صاف نورستانی همو لحجه زیبا و شیرین نورستانی. ادمن با استاد ملک کم حرف زد. نام خدا هاپی عاشق است پمر قصه کرست سر عبدی عبدی پلا شاشی هاپی ارمانه حاضر بی جای لالا شاله با تو مشقا چی قصه کورا لالا یار مولای حاضر بی جای لالا شالی با تو مشکچی قیصه کورالا. همه تمرکزم رو اینه که ببینم یک کلمه توش میفهمم یا نه. پاپی جوان نیستی عشق کار زرال بداری. میگه تو که جوان نیستی عاشقی نمیدونم چی عشق کار زرال بداری آفم سستا تر حلی از جه باشمش دوست دوستی باسولا شو قسط کدیو من از اول سنج تو تا دوشتو پر نکشید استاد ملک چقدر خون سرد نشسته میزنه. اصلا چیز نداره، اکتی نداره. نه استاد شوخک ها هاپی جوان است عشق کار زرال دریا پر سستو تر علی هستی جه بشتو مرتوست دوستی باسی عاشق است کدو من زرال سوزی تو تا دوشتو پر نکشی زرال پی جباش تو مرکست دوستی باسی عاشقست کدو من از اول سنج تو تا دشتو پر نکشی زر لالای
یه میگه از آهنگای محلی نورستان. عالی بود، عالی عالی، کیف کردیم. ما نفهمیدم که چی بود. بچه ایرج واسه تم نفهمیده. ما خوب کیف کردم دوستا. خب مگر مانایش نفهمیدم، تو یکمک مانایش هم بگو برام. یارم نه امروز یک ذره شفاهم گفتی ما چم جیب مسای میکنی. نه نه جیب اشتو مرش تو سدو یانه خ کدام بیچاره میگه دوستی تو است. خب عاشقی است کدی من نه نه کار عاشقی را نمیفهمه. یانه سنجی تا تا دوست پای نقش داره. یانه مثلا باشه دیگه رمزی باشه خوب است. رمزی خوب میشه. ای بالا فکر کنم خودش هم بلد نبوده. جانه یکی جوانی است عشق کارزار، یعنی عشق جوانی را کی میفهم میگه؟ دریا را سر میگه، دریا کدام میگه؟ مثلا عشق جاد است. من نزدیک گفتم عشق حقیقی باشه، عشق پاک باشه، عشق ناق به در نمیخوره، عشق پاک، عشق خالق باشه. به شک نه عاشق شدی کدام وقت؟ یعنی والا عاشق زیاد شدیم باز چی رقم زیاد میزنی؟ چند دفعه دل از دیگه رو خطر خورد دور خورد عاشق میشدم. خب خود سر البته سر چند چیز عاشق خدا میباشه آدم، مثلا عاشق دیگه بخاطر نماز خواندن مثلا بیشن. یکی عاشق پاکی از باز دی وقت فکر نکنم که کسی عاشق پاک هم گیر آدم بیا می باشه، چند رقم چل فریب می باشه. خب عاشق من تا شدیم یک دو باشیم، عشق حقیقی عشق خالق است. خالق خالق تا دوست داشته باشی و عبادت شب بکنی دیگه عشق حقیقی هم تو عشق حقیقی هم واسه عشق عشق کل دروغ است، کلش فریب است. فریب است نگه فریب خوردی چندین بار فریب خوردیم. خب خب چه قسم فریب خوردی؟ خب از همه فریب خوردن ما ببین واسه همینه غمگین میخونه. دایی موسیقی رو آوردیم خب دل که درد کرد مثلا عزیزم. مجبور شدی یک چهار تا یک چیز دیگه اینیش خطرناک است که دل درد کنه دیگه دیگه روی بیاری با موسیقی اون دیگه از مصوز دل میخونی. اما تسنه هیچ کسی بدون عاشق شدن اگر در موسیقی رو آورده باشه ما بخیری را مطمئن هستم که کس امیت مثلا بدون عشق و عاشقی در موسیقی رو نورده. خب یعنی هر کسی که دیگه آوازخوانی میکنه موسیقی نوازه درد در دلش هست. استاد مسلم همه بیشتر آوازخوانای ما کشور را ترک کردن، بیرون از کشور رفتن. خودت چطور نرفتی؟ این وطن ما برای کی بونه؟ رفتن شاید هم پس برگردن ما دوگویشان هستیم در هر سرزمینه. ایشالا شرایط یک جوری باشه که واقعا به نمیدونم با یک موفقیت خیلی خوبی برگردن، یعنی یک شرایطی باشه که واقعا در امنیت کامل باشن، دنیایی که باشن وطن وطن است. وطن که ما جوانان نسازیم دیگه هیچ کسی ساخته نمیتونه دیگه. چی بگیم دیگه، بدبختی ها در افغانستان است. خدا در وطن ما صلح و آرامی را بیاره. دیگه ماندیم وقت دلم نخواست که برم. دلت هم اما تو پر از غصه و درد است. دهی وطن کلی که است دلش غم و غصه است. الان عشقمونو در میاره. آخ چه آهی کشید الهی بمیره. چی پیام داری استاد مسلم با کسایی که خودت میبینه، با هموطنهای ما با بیندهای ما؟ هموطنهای ما هر جایی که هستن در هر سرزمینی که هستن سلام گرم برشون تقدیم بکنم، در کارهاشون موفق باشن، پس برگردن در وطن خود. هیچ وقتی وطن بی از ما جور نمیشه. بشه همه جوان ها که زحمت نکشن هیچ کسی وطن جور نمیکنه. تا بکه در کشور مردم بگردیم، تا بکه ما مسافر باشیم. دقیقا هر چیستی مگر اقتصاد نداریم، هر چیستی خداست میربان، خدا که داریم یک روز اما یک تو روز میرسیم با هدف خود. بشک تا که ما دست به دست هم نتیم، دست به دست هم نتیم، اتحاد ما را اتفاق ما را حفظ نکنیم، نمیشه بجای نمیرسیم. بله دقیقا دیگه تمام مردم سرزمین ما، تمام هموطنای ما نور دیده ماستن، از هر سمتی که هستن دیگه امو شیرینی امو زبان و شیرینی امو لهجه واقعیت کردم خیلی لذت میبره. دوست عزیز این بود برنامه امروز ما، نظریاتتان با ما شریک بسازین و شما هم یک رباب محلی را گوش بکنین. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار. شرایط امنیتی خودش بوده که رفته، یعنی کسی از سر دل خوشی خب نرفته و زمانی که کشور رو ترک کردن عزیزان هم هنرمندان بودن، یعنی هنرمندانی بودن که مطمئن بودن اگر بمونن قطعاً
تو این مدت زندان می بودن و اینکه خیلی از خانواده‌های معمولی هم خب رفتن، یعنی شرایط برای همه یکسان بود، خیلی ها خب موندن، خیلی ها هم رفتن و دیگه این امنیت هست، وگرنه هیچ کس دلش نمیخواد که مهاجرت کنه، خیلی سخت. خیلی غمگینی به من داد از اولش و دور از جون استاد گلزاد عزیز، شبیه بابام اینجوری بابام هم اینجوری میزد. ادامه داشت، یعنی هرچی برنامه من از ایرج باسط عزیز دیدم واقعا حس حالش خیلی خوب بود، خیلی، یعنی جاهایی میرن و گزارش هایی میگیرن، برنامه هایی رو میسازن که واقعا برای منی که تا الان افغانستان نرفتم خیلی جذاب هست و حسابی از دیدنش لذت میبرم و اینجور برنامه ها هم که عزیزانی رو میرن از نورستان، ولایت های مختلف دیدن میکنن، مصاحبه میکنن، گزارشی تهیه میکنن، خیلی حسش خوبه، آشنا میشیم با این عزیزان. ولی حال و هوای ویدیو از اولش غم داشت، خیلی خوب بود ولی قشنگ معلوم بود یک توی یک اتاقی هستن با یک پذیرایی خیلی خودمونی و صمیمی. امیدوارم که لذت برده باشید. قربون شکل ماهتون بشم، ماچ به کلاتون. تا ویدیوی بعد، بای بای.